یک شاخ گل، برنامه شماره 364. این برنامه با شرکت مسعودی جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ از میر نقیبی، شعر از سیمین بهبهانی، اشعار از بیدل هندی، گوینده فیروزه امیر معز. طفل نی سواری بیش نیست، چون سحر نقدی که در دامان توست، در بیفشانی غباری بیش نیست. باید گفت گاهی غم آب و دانه می باید گفت، گاه از طرب و ترانه می باید گفت، تا مرگ همی به گفتگو باید ساخت، تا خواب برد فسانه می باید گفت. ابیاتی که شنیدید از میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر هندی است. اصل وی از ترکان جغتایی بوده و در عظیم‌آباد هندوستان تولد یافته و تربیت شده است. وی بیشتر ایام عمر خود را در شاه جهان آباد گذرانده و در کنج عزلت به سر برده است. پارسی‌گویان هند بیدل را بعد از امیر خسرو دهلوی بزرگترین شاعر آن سرزمین دانستند. آثار و اشعار او در هندوستان و پاکستان، خاصه در افغانستان، شهرت بسیار دارد. وفات بیدل به سال 1133 هجری اتفاق افتاده است. اینک چند بیت دیگر از آثار او به سمع می رسد. مطلبی گر بود از هستی، همین آزار بود، ورنه در کنج عدم آسودگی بسیار بود. مطلبی گر بود از هستی، همین آزار بود، ورنه در کنج عدم
آسودگی بسیار بود. راحتی جستیم و واماندیم از جولان شوق، تا نشد منزل نمایان راه ما هموار بود. هزار جهد کردم، هزار جهد کردم که سر عشق بپوشم. نبود برتر آتش، نبود برتر آتش، میسرم که نجوشم، میسرم که نجوشم. من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش. نقد حیرت خانه هستی صدایی بیش نیست، ای عدم نامی به دست آورده ای موجود باش. Thank you.
با این دل ویرانه ای که آشنایی در آتش هجرانه از چه رو نیایی می سوزم می سازم که پروانه تو ام که با خود پردازم که دیوانه تو ام می خندی بی پروا به این سوز و ساز من که سوزد جانت را غم جان گداز من نازنین من بودی این غزال زنا جان من به تن بودی ز تو مانده ام جدا جانم را با غم ها رها کرده گیره ها تنهایی با جانم ندانی کند چه ها می میرم که از خویت جدا مانده ام جدا دردم را زیدوری خدا داند و خدا شماره 364.